هر دانشجوی ایرانی برای که برای تحصیل در اروپا وارد هر کشوری میشه یا وارد هر شهری از اروپا میشه، به عنوان مثال بوداپست که کالج بین‌المللی اویسینا در اونجا قرار داره، طبیعتاً جابجا شدنش از ایران به یک کشور دیگه، شهر دیگه، یک زمانی رو از وقتش رو به خودش اختصاص میده برای اینکه به اصطلاح جا بیفته یا اون رو ستلمنت ما بهش میگیم. حالا هدف ما در کالج بین‌المللی اویسینا این هست که این زمان رو به کوتاه‌ترین زمان ممکن تقلیل بدیم، از طرفی خدماتی رو ارائه بدیم که دانشجو و والدینش با خیال راحت بتونن هرچه زودتر به کار و مسئله اصلیشون که کلاس و درس و کتاب هست بپردازن. به این منظور ما باید مطلع باشیم از زمان ورود دانشجو. در زمان ورودش تیم ما در فرودگاه به استقبال دانشجو میره. محل سکونت موقت دانشجو که حالا یا هتل هست یا پانسیون هست از قبل هماهنگ شده. دانشجو به محل سکونتش منتقل میشه. با توجه به پروازهایی که ما داریم میدونیم که دانشجو در زمان رسیدن خسته هستش، سعی میکنیم روز اول روز سنگینی براش نباشه. بعد از اینکه در اون محل مستقر شد، همون بعد از ظهرش یا فرداش به کالج مراجعه میکنه. مراحل ثبت نامش در کالج انجام میشه، کتابهاشو تحویل میگیره، برنامه کلاسیشو تحویل میگیره که از قبل مشخص شده، صبحش چی هست، بعد از ظهرش چی هستش، براشون یک سیم کارت تلفن با هزینه خودشون تهیه میشه، در اختیارشون قرار میگیره، شهر تا اون قسمتی که لازمه بهشون معرفی میشه، نشون داده میشه. از روز دوم مراحل محل سکونت دائمیشون یا پرمننتشون تعیین میشه. محل سکونت دائمی یا در خوابگاه هست، با توجه به ظرفیت محدود خوابگاهی که ما داریم که از قبل تعیین شده، خب دانشجو به خوابگاه منتقل میشه که این خوابگاه ها خوابگاه های دولتی هستند، یک بخشیش رو ما حق استفاده داریم استفاده میکنیم و مستقر میشه. اگر خوابگاه نباشه بایستی یک آپارتمانی رو به تنهایی یا به صورت مشترک با دانشجویان دیگه تهیه بکنه. تیم اکومودیشن ما محل‌های مناسب رو، آپارتمان‌های مناسب رو که معمولاً در حومه دانشگاه و کالج هستن بهشون نشون میدن. هر کس به فراخور هزینه‌ای که خودش در نظر گرفته و سلایق خودش محل رو انتخاب میکنه، ما در عقد قرارداد کمکش میکنیم، قرارداد اجاره رو امضا میکنه، پیش پرداخت رو به صاحب ملک پرداخت میکنه، هزینه ها رو به صاحب ملک پرداخت میکنه و ما هیچ دخالتی نه در تعیین قیمتش نه در نحوه پرداختش نداریم، ولی کمک میکنیم که حق و حقوق دانشجویان ما محفوظ بمونه و شرایط خوبی داشته باشن. بنابراین منزلش تهیه شده، کتابهاشو گرفته، برنامه کلاسیشو گرفته. اولین چهارشنبه ما دانشجویانمون رو با نماینده خودمون، اولین چهارشنبه بعد از ورود که وقت ما هستش، میبریم به اداره مهاجرت. کارهای اقامتیشون از قبل تنظیم شده، نهایی شده، معمولاً کارت اقامتشون از پیش آماده است. با یه معرفی نامه‌ای که ما میدیم، پرونده‌ای که اونجا تشکیل میشه، ظرف چند ساعت که در اداره اقامت هستن با نماینده آقای یوزف که اینا رو همراهی میکنه، کارت اقامتشون هم میگیرن که نسخه اصلیش دست خودشونه، کپی شما نگه میداریم. همه کاراشون دیگه عملاً انجام شده. تیکت یا ژتون ناهارشون رو بچه‌ها تحویل گرفتن. اگر بخوام در یک حالت متوسط خدمتتون عرض بکنم، از لحظه ورود تا زمانی که دیگه همه کارهای دانشجو انجام شده حد اکثر یک هفته زمان برده، ولی در این یک هفته از کلاس ها هم محروم نبوده، یعنی همزمان میتونه کلاس ها رو استفاده بکنه. بعضی هاشو مثلا میخوام برای اداره مهاجرت مجبور استش که از کلاس با اجازه ما غیبت بکنه، ولی ماکسیموم یک هفته. در حالت معمول هر دانشجو بعد از ورود حدود دو ماه این کارهاش طول میکشه تا بتونه جا بیفته. در جاهای دیگه این اتفاق میفته متاسفانه، یعنی دو ماه از کلاس ها عقبه، دو ماه هنوز نمیدونه کجا هست، چه کار میکنه. ما خوشحالیم و مفتخریم که این settlement arrangement یا این جا افتادن و سامان گرفتن دانشجو رو میتونیم ظرف یک هفته به سرانجام برسونیم و دیگه دانشجو کار دیگه ای نداره جز اینکه به درسش و کلاسش و امتحاناتش بپردازه.